فراخان کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد، تأثیرگذاری درگیری‌های عراق بر امنیت اشرفی‌ها در لیبرتی و تأکید مجدد بر تعهدات رسمی دولت عراق. تأکید کمیسر عالی بر ثبت نام همه ساکنان توسط کمیساریا به عنوان افراد مورد نگرانی و برخورداری از حفاظت در مقابل اخراج یا انتقال اجباری به هر کجا که جان یا آزادیشان تهدید شود. سیزده اعدام جمعی و جنایتکارانه دیگر در ملأ عام توسط دژخیمان خامنه‌ای در شیراز و کرمانشاه. شورش زندانیان خشمگین در شهر کرد در اعتراض به سوزاندن عمدی زندانیان توسط دژخیمان رژیم آخوندی. سومین روز تداوم آتش بس در غزه و مذاکرات در قاهره بین هیئت اسرائیل و هیئت فلسطینی با شرکت نمایندگان ملل متحد، کمیته چهار جانبه بین المللی و نمایندگان قدرت‌های بزرگ. اعلام آمادگی اسرائیل با تمدید بدون پیش شرط آتش بس به مدت 3 روز. اعلام آمار جدید قربانیان حملات اسرائیل به غزه از سوی مقام‌های فلسطینی بعد از بیرون کشیدن اجساد از زیر آوار. 1886 شهید و بیش از 10,000 مجروح. از سرگیری مذاکرات اتمی در ژنو میان نمایندگان رژیم آخوندی و کشورهای 5 به علاوه 1. بیانیه‌های هیئت علمای مسلمین عراق، محکومیت حمله هواپیماهای مالکی به بیمارستان فلوجه به عنوان جنایتی پلید و ناقض تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی، محکومیت درگیری‌ها و حملات در شمال عراق به مسیحیان و پیروان مذاهب و ادیان مختلف و ایجاد انحراف در مسیر انقلاب عراق. شورای نظامی کل انقلابیون عراق، تأکید بر هوشیاری در مقابل طرح و برنامه‌های رژیم آخوندی برای منحرف کردن انقلاب. انقلابیون اراده کردند نبردشان را تا ورود به بغداد و سرنگون کردن رژیم مالکی ادامه بدهند. جلسه مجلس عراق برای تعیین فراکسیون بزرگتر و موکول شدن تصمیم گیری در این باره به روز دوشنبه. تحولات سوریه و درگیری‌های رزمندگان، تصرف یکی دیگر از پایگاه‌های نظامیان دیکتاتور سوریه در استان حما، تهاجم انقلابیون به فرودگاه نظامی حما. هادی البهره، رئیس ائتلاف ملی سوریه: این رژیم ایران است که فرماندهی ارتش بشار اسد را در دست دارد و به آنها امر و نهی می کند. فراخان کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد، تأثیرگذاری درگیری‌های عراق بر امنیت اشرفی‌ها در لیبرتی، تأکید کمیسر عالی بر ثبت نام همه ساکنان توسط کمیساریا به عنوان افراد مورد نگرانی و برخوردار از حفاظت
در مقابل اخراج یا انتقال اجباری به هر کجا که جان یا آزادیشان تهدید شود. ساکنان لیبرتی سه حمله موشکی در سال 2013 متحمل شدند که هر کدام از حملات منجر به تعدادی کشته و مجروح گردید. علاوه بر این در سپتامبر 2013 یک حمله به اشرف 52 کشته و 7 ناپدید بر جای گذاشت. یادداشت تفاهم بین دولت عراق و سازمان ملل به طور ویژه این ساکنان را از اصل نان رفولمان برخوردار می کند. کمیسر عالی به فراخوان‌های خود به دولت عراق برای به کارگیری تمامی اقدامات به منظور حفظ امنیت و بهبود زندگی ساکنان شامل حصول اطمینان از دستیابی به رسیدگی‌های پزشکی حیاتی ادامه می‌دهد. تأکید مجدد بر تعهدات رسمی دولت عراق. سایت کمیساریا 5 اوت 2014 14 مرداد 1393. کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد. آژانس پناهندگی ملل متحد بیانیه شماره 11. استمرار تاثیرگذاری درگیری‌های عراق بر روی ساکنان لیبرتی. افزایش درگیری‌ها از جوان 2014 در نواحی قابل توجهی در عراق ادامه یافته است. خشونت صدها هزار عراقی را جابجا کرده است. آنها یا در داخل کشور جابجا شدند یا به آن سوی مرزها رفتند تا در منطقه پناهنده شوند. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و شرکای آن عملیات خود را برای تامین نیازهای اورژانس حفاظت و همیاری آنها افزایش دادند. وخامت دراماتیک وضعیت امنیتی در عراق در اثر درگیری‌ها در رابطه با تلاش‌های مستمر از سال 2011 توسط کمیساریا و هیئت مساعدت ملل متحد برای یافتن فرصت‌های خارج از عراق برای ساکنان در محل موقت عبور در لیبرتی به همان میزان نگران کننده است. ساکنان متحمل سه حمله موشکی گوناگون در سال 2013 شدند که هر کدام به جان باختن و زخمی شدن افراد منجر شد. علاوه بر این یک حمله علیه اشرف در سپتامبر 2013 تعداد 52 کشته و 7 ناپدید بر جای گذاشت. تشدید درگیری در سرتاسر عراق ساکنان لیبرتی را در معرض افزایش قابل توجه ریسک‌های امنیتی قرار می‌دهد. در وضعیت کنونی، کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد فراخوان خود را به دولت‌های سایر کشورها جهت پذیرش و یافتن راه‌هایی برای یک پاسخ دراز مدت برای همه ساکنان تکرار می‌کند. اگر امکان دستیابی فوری به راه حل طولانی مدت وجود ندارد، نیاز عاجل به جابجایی ساکنان یک خروج فوق‌العاده را به یک محل موقت موجه می‌کند تا جابجایی دائم از آنجا به یک کشور ثالث صورت گیرد. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد به منظور تحقق این امر آماده کمک به کشورهاست. کمیسر عالی از اقداماتی که تاکنون برخی از کشورها برای انتقال ساکنان به یک وضعیت امن و ایمن انجام دادند عمیقا قدردانی می کند. این اقدامات به تلاش های بین المللی
برای پیدا کردن راه حل هایی برای این گروه کمک می کند. کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد متذکر می شود همه ساکنان مکان موقت عبور در لیبرتی توسط کمیساریا به عنوان افراد مورد نگرانی ثبت نام شدند. بنابراین آنها از حفاظت در مقابل اخراج یا انتقال اجباری به هر کجا که جان یا آزادیشان مورد تهدید واقع شود برخوردارند. یادداشت تفاهم بین دولت عراق و سازمان ملل به طور ویژه این ساکنان را از اصل نان رفولمان برخوردار می کند. کمیسر عالی به فراخوان‌های خود به دولت عراق برای به کارگیری تمامی اقدامات به منظور حفظ امنیت و بهبود زندگی ساکنان شامل حصول اطمینان از دستیابی به رسیدگی‌های پزشکی حیاتی ادامه می‌دهد. بینندگان عزیز سلام بر شما. اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران را ادامه می دهیم. دانشجویان دانشگاه زنجان با نصب تراکت‌های بر روی دیوارهای این شهر به سفر آخوند روحانی به نیویورک و پذیرش وی در سازمان ملل متحد اعتراض کردند. بر روی این تراکت‌ها این عبارات به چشم می خورد: نه به روحانی، آری به آزادی، آری به سرنگونی، روحانی را به سازمان ملل راه ندهید، روحانی دشمن حقوق بشر است، روحانی دشمن ملت ایران است، روحانی را به سازمان ملل راه ندهید. رژیم ضد بشری آخوندی 13 تن دیگر را در شهرهای شیراز و کرمانشاه در ملأ عام به دار آویخت. طی دوشنبه تا کنون 31 تن در شهرهای کرج، شیراز، چاهبهار و کرمانشاه اعدام شدند. به گزارش رسانه‌های رژیم روز چهارشنبه دشقیمان 4 تن را در میدان پیام شیراز اعدام کردند. دو روز پیش از این نیز 3 تن در شیراز در ملأ عام به دار آویخته شده بودند. 2 تن نیز صبح پنجشنبه در میدان آزادی کرمانشاه به دار آویخته شدند. همچنین دشقیمان رژیم 7 تن دیگر از جمله 1 زن را در زندان مرکزی کرمانشاه به دار آویختند. دادستان جنایتکار رژیم در کرمانشاه اعلام کرد که دستگاه قضایی با اهتمام جدی و قاطع به اجرای حکم اعدام ادامه خواهد داد. این جنایت‌ها در اولین سالگرد ریاست جمهوری آخوند روحانی صورت می‌گیرد. آدمکشان حاکم بر ایران این جنایت‌ها را در هراس از گسترش خیزش‌های اجتماعی انجام می‌دهند و با انتشار عکس‌های تکان دهنده به دار آویختن زندانیان برانند که فضای وحشت در جامعه را شدت بخشند. به دنبال آتش سوزی روز دوشنبه در زندان شهر کرد که 12 کشته و 50 مجروح بر جای گذاشت، زندانیان این زندان دست به شورش زدند. زندانیان خشمگین ممانعت دشقیمان از کمک به زندانیان را عامل مرگ آنها دانستند. بر اساس یک گزارش رسیده، علت آتش زدن زندان اعتراض زندانیان به حکم اعدام 5 زندانی بوده است. این موضوع توسط یکی از نگهبانان زندان فاش شد. جمعی از مردم با تجمع در مقابل زندان شهر کرد خواهان رسیدگی به این جنایت و پاسخگویی مسببین آن شدند. مقاومت ایران به محکومیت بین‌المللی این جنایت و اعزام هیئت تحقیق برای بازدید از زندان‌های دیکتاتوری آخوندی فراخوان داده است. سایت خبرگزاری هرانا 14 مرداد 93 خبر داد که صبح سه‌شنبه 14 مرداد ماه 5 اوت پلیس ترکیه پیکر بیجان سید جمال حسینی اسفندیار بهارمس از مسئولان ارشد تشکل فعالان حقوق بشر در ایران را در منزل وی در پشت میز کارش و در حالی که قطراتی از خون بر صورت و برخی نقاط منزل وی دیده می‌شد یافت.
بر اساس گزارش‌های دریافتی هنوز از علت مرگ ناگهانی این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اطلاعی در دست نیست، اما پلیس ترکیه تحقیقات خود را درباره این موضوع آغاز کرده است که به محض دریافت اطلاعات تکمیلی شرح ماوقع به استحضار هموطنان گرامی خواهد رسید. هرانا افسود جمال حسینی 34 سال داشت و از بنیانگذاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و نیز مسئول هماهنگی این تشکل بود. وی نقش بسیار برجسته در پیدایش، رشد و تداوم فعالیت این تشکل در تمامی سالهای فعالیت آن بر عهده داشت. جمال حسینی که سالها از عوارض شرایط تحمیلی به عنوان یک پناهنده سیاسی و کمبود رسیدگی و امکانات پزشکی در رنج بود، هیچگاه اجازه نداد مشکلات یاد شده مانعی در مسیر فعالیت‌های انسان دوستانه و آرمان‌های والای او شود و در آخر نیز در حال نوشتن آخرین گزارش‌های خود و در حین کار جان خود را از دست داد. با خبرهای پیرامون تحولات غزه اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. آتش‌بس اعلام شده در غزه برای سومین روز به قوت خود باقی ماند. مذاکرات طرفین فلسطینی و اسرائیلی به سرپرستی مصر و با شرکت نمایندگان سازمان ملل و کمیته چهارجانبه بین المللی و نمایندگان قدرت‌های بزرگ در قاهره همچنان ادامه دارد. هدف از این گفتگوها برقراری آتش‌بس دائم است. اسرائیل می‌خواهد غزه منطقه‌ای خلع سلاح شده گردد، در حالی که هیئت مشترک فلسطینی متشکل از نمایندگان حماس، جهاد اسلامی و جنبش فتح برداشتن محاصره ظالمانه غزه را در صدر خواستهای خود قرار دادند. آنها همچنین خواستار آزادی اسرای فلسطینی، تامین جابجایی بین نوار غزه و کرانه باختری، راه اندازی بندر و فرودگاه غزه، منتفی کردن مناطق محرمه و جدا کننده بین مرزها و بازسازی غزه هستند. منابع نظامی اسرائیلی اعلام کردند حکومت این کشور آمادگی دارد آتش بس را به مدت 3 روز دیگر بدون هیچ پیش شرطی بپذیرد و خبرگزاری رویتر خبر از موافقت اسرائیل با تمدید آتش بس داد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مقامات فلسطینی، بعد از بیرون کشیدن جسدها از زیر آوار، تعداد شهدای فلسطینی بر اثر حملات 29 روزه اسرائیل به غزه به 1886 شهید و بیش از 10,000 مجروح رسید. با متوقف شدن جنگ، میزان خرابی و ویرانی در غزه خود را نشان می‌دهد. تصاویر پخش شده از حجم ویرانی‌های ناشی از حملات اسرائیل وضعیت فاجعه‌بار این مناطق را نشان می‌دهد، به طوری که امکان ورود اکیپ‌های کمک رسانی به بسیاری از مناطق در غزه وجود ندارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن با اعلام حمایت آمریکا از مذاکرات آتش بس در قاهره گفت برداشتن محاصره از غزه باید هدف همگی در دراز مدت باشد تا اینکه ساکنان نوار غزه احساس نکنند از جهان قطع و از فرصت‌های رشد اقتصادی محروم هستند. باراک اوباما تاکید کرد فلسطینی‌های ساکن غزه باید امکان بازسازی و عدم محصور ماندن را داشته باشند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد غزه ضمن تأکید بر ضرورت پایان دادن به درد و رنج ساکنان غزه گفت دردها و مشقتهای بیمعنی در نوار غزه، کرانه باختری و اسرائیل باید متوقف شود. سازمان ملل متحد آماده است تا نوار غزه را بازسازی کند، اما برای آخرین بار. وی افزود کابوسی که در 4 هفته گذشته شاهد آن بودیم به همه نشان داد که راه حل سیاسی تنها وسیله رسیدن به صلح و امنیت برای اسرائیلی ها و فلسطینی هاست. وی افزود آیا ما مجبوریم به این شیوه ادامه دهیم، بسازیم نابود کنیم، مجدداً بسازیم بعد نابود کنیم؟ ما مجدداً میسازیم، ولی این بار برای آخرین بار برای ساختن باشد. این شیوه باید متوقف شود. آنها باید به میز مذاکره بازگردند.
سازمان ملل متحد آماده است برای آخرین بار با این وضعیت مقابله کند. ما هرچه در توان داریم باید انجام دهیم. ما از روند صلح حمایت می‌کنیم. خبرها را ادامه می‌دهیم. گفتگوهای اتمی میان نمایندگان رژیم آخوندی و نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه در ژنو از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم، در این مذاکرات عراقچی و تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه رژیم و ویلیام برنز و وندی شرمن معاونان وزارت خارجه آمریکا شرکت دارند. این اولین دور از مذاکرات در طول دوره تمدید 4 ماهه گفتگوهاست. رئیس جمهور ارتجاع به آخوندهای رژیم در استان چهارمحال و بختیاری گوشزد کرد که کل منطقه آبستن حوادث است و بایستی هوشیار باشند. آخوند روحانی با نام بردن عراق، لبنان، سوریه و غزه که عمق استراتژیک رژیم محسوب می شوند گفت: باید هوشیار شویم و توطئه های استکبار جهانی را نه تنها فقط برای ایران بلکه جهان اسلام و خاورمیانه جدی بگیریم. وی از نقش ولی فقیه ارتجاع در صدور تروریسم رژیم در عراق، سوریه و لبنان تحت عنوان کمک به این کشورها تمجید کرد و گفت اگر هدایت‌های خامنه ای نبود توطئه نیل تا فرات محقق می‌شد. آخوند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه رژیم با تصویب آیین‌نامه کافینت‌ها را موظف به ثبت و نگهداری مشخصات مشتریان خود و تمامی اطلاعات و وبگردهای آنان نمود. رئیس نیروی سرکوبگر فضای تولید و تبادل اطلاعات فنا ضمن اعلام خبر تصویب و ابلاغ آیین‌نامه فوق تاکید کرد کافینت ها موظف به نصب دوربین مداربسته و نگهداری تصاویر ضبط شده به مدت 6 ماه می باشند. سالانه 2400 نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهری در شورای حکومتی شهر تهران گفت آلودگی هوا نخستین موردی بود که مشخص شد. آمارها نشان می داد در شهر تهران سالانه 2400 مورد مرگ بر اثر آلودگی هوا، 4500 مورد بستری و 2500 مورد بستری بیمار قلبی در ارتباط با آلودگی هوا صورت می گیرد. خبرهایی از تحولات عراق. جلسه مجلس عراق که برای تعیین فراکسیون بزرگتر پارلمانی تشکیل شده بود، تصمیم گیری در این باره را به روز دوشنبه موکول کرد. به گزارش خبرگزاری نینا، فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق نامه‌ای به پارلمان فرستاده و طی آن تعیین فراکسیون بزرگتر را به روز دوشنبه موکول کرده است. وی در نامه خود توضیح داده است که با در نظر گرفتن تعطیلات عید فطر، مهلت قانونی برای مشخص کردن فراکسیون بزرگتر و کاندیدای آن برای تشکیل دولت جدید روز دوشنبه به پایان خواهد رسید. این در حالی است که فراکسیون‌های مختلف سیاسی در عراق بر لزوم برکناری مالکی و تعیین کاندیدای دیگری برای نخست وزیری تاکید دارند. دکتر ناجح المیزان از رهبران فراکسیون الکرامی عراق به تلویزیون الجزیره گفت مشکل اصلی در خود مالکی است و ماندن وی در قدرت به معنای به بن‌بست رسیدن هر گونه راه حلی است. این امر مردم جنوب را به سمت برداشتن سلاح و همسو شدن با تمامی جامعه عراق سوق می‌دهد. به گزارش تلویزیون رافدین، هواپیماهای مالکی بیمارستان فلوجه عراق را با دو بشکه انفجاری به طور مستقیم بمباران کردند که منجر به کشته و مجروح شدن ده‌ها تن و ویران شدن دو طبقه بالایی بیمارستان و وارد آمدن خساراتی به محله‌های اطراف بیمارستان گردید. این 23مین بار طی 7 ماه اخیر و از شروع بحران است که این بیمارستان توسط هواپیماهای مالکی بمباران می‌شود. هیئت علمای مسلمین عراق اعلام کرد
هدف قرار دادن بیمارستان فلوجه توسط هواپیماهای مالکی را یک جنایت زشت و نقض قانون و عرفهای بین المللی و یک جنایت جنگی در تمامیت آن به شمار می آورد. به دنبال حملات داعش به اقلیت‌های قومی و مذهبی و بی‌خانمانی بسیاری از مسیحیان و کردهای ایزدی در شمال عراق، هیئت علمای مسلمین عراق طی بیانیه‌ای جنگ‌هایی که در شمال عراق جریان دارد را محکوم کرد. در قسمتی از این بیانیه آمده است: هنگامی که انقلابیون اعلام کردند بغداد هدف آخر آنها برای سرنگونی رژیم غیرقانونی است، هر گونه درگیری و اختلاف در شمال عراق منجر به بحرانی شدن امور در این مناطق می‌گردد. هیئت علما جنایت‌ها و تجاوزاتی را که در این جنگ‌ها پیش آمده و احتمال دارد پیش بیاید و پیامدهای احتمالی آن را محکوم کرده و هر کسی را که مرتکب آنها می‌شود را در برابر مردم مسئول می‌داند. شورای نظامی کل انقلابیون عراق نیز طی بیانیه اعلام کرد انقلابیون اراده کردند نبردشان را تا ورود به بغداد و سرنگون کردن رژیم مالکی ادامه دهند، ولی کسانی هستند که با تبدیل شمال عراق به یک هدف نظامی و حمله به مناطق امنی که در آن هموطنان کرد و اقلیت‌های عراق مستقر هستند انقلابیون را حیرت زده کردند و انقلاب را در مسیر دیگری قرار دادند. ما از همه می‌خواهیم تا صفوف خود را در مسیر رسیدن به هدف بزرگ متحد نمایند و از وارد شدن در آنچه که در خدمت طرح و برنامه‌های رژیم ایران برای پراکنده کردن انقلاب و تضعیف آن و درگیر کردن آن در اموری است که در معرض مؤاخذه ملی و بین المللی قرار می‌گیرد خودداری نمایند. به گزارش تلویزیون الجزیره در روز چهارشنبه بر اثر چهار انفجار که به صورت همزمان در مناطق مختلف بغداد به وقوع پیوست 33 تن کشته و بیش از 60 تن مجروح شدند. رزمندگان ارتش آزادی سوریه در استان حما یکی دیگر از پایگاه‌های نظامیان اسد را در جنوب این استان تصرف کردند. در این عملیات رزمندگان سوری با از پای درآوردن تعداد زیادی از نظامیان اسد مقادیر زیادی سلاح و مهمات نیز به غنیمت گرفتند و تعدادی از نظامیان اسد خود را تسلیم رزمندگان ارتش آزادی سوریه کردند. در همین استان رزمندگان سوری فرودگاه نظامی حما را با موشک‌های گراد هدف قرار دادند. از سوی دیگر در قوطه غربی دمشق انقلابیون سوری پایگاه نظامیان اسد در این منطقه معروف به امنیت نظامی را به کنترل خود درآوردند. سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت دخالت‌های رژیم ایران در منطقه دلیل اصلی مشکلات می‌باشد. مشکلاتی که در حال حاضر شاهد آن هستیم به دلیل سستی و اهمالکاری جامعه جهانی در سرنگونی بشار اسد است. به گزارش تلویزیون العربیه سعد حریری افزود شرکت حزب الله در جنگ سوریه جنایت است. هادی البحره رئیس ائتلاف ملی سوریه در دیدار با افسران جدا شده از رژیم اسد گفت ارتش کنونی بشار اسد در حال حاضر توسط کارشناسان نظامی رژیم ایران کنترل می شود و این رژیم ایران است که فرماندهی ارتش بشار اسد را در دست دارد و به آنها امر و نهی می کند. با چند خبر از سایر نقاط جهان اخبار را به پایان می‌بریم. نخست وزیر لهستان هشدار داد تهدید حمله نظامی روسیه به اوکراین بیش از هر زمان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه دونالد توسک گفت در ساعت‌های گذشته اطلاعاتی دریافت کرده که بر پایه آن احتمال ورود نظامیان روسیه به داخل اوکراین افزایش یافته است. این اظهارات همزمان با انتشار گزارش‌های بیان شده که از افزایش تعداد نظامیان روسی مستقر در مرز با اوکراین به 20 هزار نفر حکایت دارد.
یکی از سخنگویان ناتو این گزارش ها را تایید کرد. به نسبت به وخیم تر شدن شرایط در منطقه ابراز نگرانی کرد. تحرکات اخیر روسیه در مرز اوکراین همزمان با پیشروی نیروهای ارتش اوکراین به سمت مناطق تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه روی می‌دهد. دو رهبر خمرهای سرخ به اتهام جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی به حبس ابد محکوم شدند. این حکم توسط دادگاهی در کامبوج که مورد حمایت سازمان ملل متحد است، برای نونچی 88 ساله و معاون پلپوت دیکتاتور کامبوج و خیو سانفان 83 ساله و رئیس دولت وقت صادر شد. بر اساس برآوردها 2 میلیون نفر از مردم کامبوج تحت حکومت 4 ساله خمرهای سرخ در دهه 1970 کشته شدند و یا از گرسنگی و کار اجباری جان سپردند. مردی که در یکی از ایستگاه‌های مترو در غرب استرالیا بین شکاف سکو و واگن گیر کرده بود، با کمک مردم نجات پیدا کرد. به دنبال وقوع این حادثه، ده‌ها مسافر مترو پیاده شده و با هل دادن واگن به سمت دیگر این مرد را نجات دادند. They asked the other passengers to lend a hand, and this is what happens. A few minutes of people power later, and the entire train is tilted up and away from the man. Amazingly, he walks out uninjured and apparently hops. آخرین خبر این ساعت. عظیم‌ترین تلسکوپ نوری و مادون قرمز جهان توسط سازمان فضایی اروپا در شیلی ساخته می شود. این تلسکوپ بر فراز کوه سرو آمازون در مساحتی معادل یک زمین فوتبال برگزار خواهد شد. مرکز رصدخانه نیمکره جنوبی اروپا در اینجا تلسکوپ عظیم EELT با ابعاد یک استادیوم فوتبال و آینه به قطر 39 متر را خواهد ساخت. این تلسکوپ در طول روز خاموش است، اما در تاریک و روشن غروب رو به آسمان باز می شود و ستاره شناسان کار خود را با آن آغاز می کنند. EELT جزئیات روشنتر و دقیقتری از تلسکوپ های عظیم هابل و جیمز وب را در اختیار دانشمندان قرار می دهد. راب ایویسون، کارشناس مرکز رصدخانه نیمکره جنوبی اروپا، می گوید در آینده خواهیم توانست تصاویری از سیاراتی که به دور ستاره های دیگر می چرخند داشته باشیم و خواهیم دانست آیا علائمی از حیات در آنها هست یا نه، و اگر باشد جهان متفاوتی خواهیم داشت و خواهیم فهمید که تنها نیستیم. بینندگان گرامی، سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. خبرهای این ساعت در اینجا به پایان رسید. همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. شاد و سرفراز باشید.